سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. بله، در هفته های گذشته ایران و اخبار مربوط به خیزش زنان که به شورش و حرکتی سراسری تبدیل شد در صدر اخبار این سو و آن سو قرار گرفت و دیدیم که بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی دنیا نیز پشتیبانی و حمایت خودشون رو از این حرکت ابراز داشتن. و از آن جمله خانم هیلری کلینتون، بانوی اول و سناتور پیشین آمریکا بود که در مراسم رونمایی از چیدمان هنری به نام چشم‌ها بر ایران با حمایت از حقوق زنان ایران از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که با شجاعت شهروندان ایرانی همگام شوند و جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن این سازمان حذف کنند. خانم کلینتون در پایان سخنانش اطمینان داد که دنیا چشم از ایران بر نخواهد گرفت. We also call on the United Nations member states to match the courage of Iranian citizens and remove Iran from the Commission on the Status of Women. A country that systematically abuses the rights of women and girls has no place participating on a commission whose purpose is to protect those rights. And every day that Iran remains a member of that commission, that body and the UN lose credibility. And give your women and girls their rights to become all they were intended to be. That is what any government should be doing, and what we're going to do our part to make sure this Iranian government understands there will be no rest. There will be no place to hide and rationalize what they are attempting to do once again. And so please stand with us and keep your eyes on Iran. خب، همونطور که توجه کردید، مهمان امروز برنامه من دکتر ناناز پیرنیا، مغزشناس و رواندرمانگر هستن که تخصص‌های زیادی دیگری هم دارن که ازشون خواهش میکنم برای شما توضیح بدن. بسیار خوش آمدید دکتر پیرنیای عزیز. سلام عرض میکنم به شما. خانم دکتر فریدا صبا خسته نباشین میگم، برای اینکه میدونم در این چند سه ماه همه ما به هر نوعی که میتونیم داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران، و خوشحالم که باهاتون هستم و تشکر میکنم از دعوتتون. و همون سایکو نوروتراپیست، یعنی من به جز اینه که در رشته روانشناسی و رواندرمانی دکترا گرفتم، به عنوان متخصص نوروساینس یا شناختن مغز که رشته نسبتا جدیدتریه، هم تخصص فوق دکترای خودم رو گرفتم و ادغامیه از مسائل روانی، فیزیکی، احساسی و نحوه درمان درست و تشخیص اون به خاطر شناختی که ما امروز از مغز داریم، نقشی که امواج الکتریکی مغز بازی میکنه و نقشی که مسائل عدم توازن بیوشیمی مغز برای مشکلاتی که ما از هر نوع داریم تخصصشو گرفتم. میدونم که چقدر در کارتون جدی هستین دکتر پیرنیا. میدونم که از آغاز پندمیک، از 2-3 سال پیش و متاسفانه بعد از این اتفاقاتی که رویدادهایی که در ایران داره میگذره، رویدادها و خیزش زنان ایران که منجر شد به تظاهرات سراسری در ایران، میدونم که تعداد کسانی که پلوی شما میان مورد درمان قرار بگیرن زیاد شده. ممکنه در این مورد توضیح بدید که تعداد کسانی که میان معمولاً از چه گروه هایی هستن؟ ما قبل از پندمیک مقدار خیلی کمتری بچه هامون، تینیجرامون و بزرگسالان درگیری داشتن با تنهایی،
با انزوا و بچه ها هر چقدر که کوچکتر هستند، به خاطر اینی که محیط روی اتصال و فعالیت و ساختمانسازی مغز تأثیر میذاره، این بچه ها از لحاظ رشد احساسی، روانی، اجتماعی و در نتیجه رشد صحیح سلولای مغز از پشت سر به جلوی پیشانی که تا حدود 22 سالگی احتیاج داره که محیط مناسب و پربار باشه، صدمه خوردن. به خاطر اینی که تمام نقش والدین و نقش اینکه معلم باشن بهشون، به بچه هاشون برسن و بعد درگیری های خودشون از لحاظ کاری، از لحاظ مالی، از لحاظ امراض، از لحاظ از دست دادن عزیزاشون، در واقع من میدونم امروز میخوایم راجع به تراما حرف بزنیم، بله. تمام اینا آزار و تحریک و صدمه است به سلولای مغز. برای همین ما الان بچه ها رو خیلی بیشتر میگیریم که دچار افسردگی و استرابن. بله. مقدار اون چیزی که به عنوان ADHD پرتحرکی مغز و کم تحملی سیستم هست رو میبینیم و متاسفانه همونطور که با هم راجبش صحبت کردیم، این اعتیاد به سوشل میدیا و متاسفانه بچه ها هم برای مدرسه 3 سال جلوی تبلت ها بودن و هم مثل چسب وصل شدن به این تبلت ها و به این الکترونیکس و تمام این انفعالات درست مغز رو به هم زده. مقدار استراب، مقدار افسردگی، چاقی زیاد به خاطر عدم فعالیت بچه ها و نداشتن توان مکالمه درست و حوصله برای دیدن بقیه و به انزوا رسیدن و خیلی خیلی مشکلات دیگه که اگه یه فرصت بشه من به شما از صدماتی که الان میبینیم بچه ها منجر به حتی مرگشون میشه با شما صحبت. بله بله، در صحبت‌های قبلی که با شما داشتم به این مسئله به طور خلاصه صحبت کردیم، انشاءالله در برنامه‌های آینده بهش میپردازیم. در این برنامه من میخواستم که در مورد تراما صحبت کنیم و آسیب یا صدمات روحی. خب متاسفانه همونطور که میبینید من و شما هر روز شاهد صحنه‌های بسیار دلخراشی هستیم که بر صفحه تلویزیون‌ها هست و شاهد اون هستیم که جوانان، زنان از تمام اقشار در خیابان هستند، جوانان و کودکان ما در خیابان‌های ایران مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و تا به حال بیش از 400 نفر کشته شدند. دیدن این صحنه ها، فقط دیدنش واقعا باعث تراما میشه. من از شما به عنوان یک مغزشناس و روان درمانگر میخوام برای ما توضیح بدید که تراما چیست، چون این کسانی که در خیابان ها تظاهرات میکنن غیر از صدمات جسمی که به اونها وارد میشه، اونها و خانواده هاشون، صدمات روانی که به اونها وارد میشه شاید بیشتر خطرناک باشه. شما ممکنه در مورد تراما و اینی که در مغز آدم وقتی که یک همچین اتفاقات ناگواری رو یا شاهدش هستیم یا بر خود ما میگذره، راجع به اون توضیح بدید، بگید تعریفش چیه و در مغز ما چه میگذره. با کمال میل. اول فریدا جان، برای اینکه هر کدوم ما به نوعی باید جلوی تراماها رو با رفتار و حرکات و حرفایی که میزنیم حال خودمون رو خوب کنیم، و من اول میخواستم برای این همبستگی و اتحاد جمعی که سابقه نداشته در تاریخمون به همه تبریک بگم و بعد هم واقعا تسلیت بگم به عزیزانی که فرزندانشون رو از دست دادن. اگر راجع به تراما بخوایم حرف بزنیم، هر نوع تجربه و آزار و هر اتفاقی که بی نهایت آزار دهنده باشه از لحاظ روانی، روحی، فیزیکی و جنسی به عنوان تراماتیک برین اینجری، یعنی در واقع خدشه و صدمه به سلول‌های مغز انسان در 19 قسمت تفسیر و تعبیر میشه. اگر تعداد تراماها و ضربه ها هر چقدر زیادتر باشه، اون فرد علائم استرس، افسردگی، استراب،
مشکلات جسمی حاصل از اون رو بیشتر میگیره و هر چقدر که تعداد تراما بیشتر باشه، خدشه و مشکلی که در مغز به وجود میاد بیشتره. از طرف دیگه اگر که تراما یک دونه و به صورت یه مسئله ناگوار باشه، یک نوع خدشه خورده میشه، مثل وقتی که ما میشنویم سرطان کسی داره یا خودمون، یا اینی که کسی بچهشو از دست میده. بله. این میشه بله. یک دونه بهش میگیم اکیوت و خیلی ضربه شدید غیر منتظره. از طرفی تراما میتونه کرونیک و کهنه باشه. تمام ما ایرانی ها کرونیک تراما داریم، یعنی 43 ساله که ما به خاطر از همون اول این انقلاب متوجه شدیم که این انقلاب اشتباه بود و مغز زن ایرانی اگه راجع به تراما بخوایم حرف بزنیم، آشفته ترین، ذلیل ترین، گرفتار ترین مغز زن دنیا شد. بله، یعنی شما یعنی دارید میگید که به علت تجربه رنج های بسیاری که در طول زندگیش گرفته، به علت اینکه برابر نبوده، تحمل بیشتری پیدا کرده و کپاسیته گرفتن رنج و درد رو بیشتر داره، درسته؟ یعنی اینی که ما دیگه به جای، میدونین کلمه هست به انگلیسی میگه پست تراماتیک استرس دیسوردر. بله. یعنی بعد از اینی که ما تراما میگیریم، بله، به خاطر اینکه کورتیزول یا اون هورمون زهرمانی استرس داره ایجاد میشه، بله، به یک حالت فایت فلایت، یعنی اینی که یا جنگ میکنیم یا میریم و یا این که میترسیم و فریز میشیم. بله. مغز دختر ایرانی به جای این که فریز بشه، به نهایت رشد فوق‌العاده خودش رسیده. در نتیجه فریدا جان، کلمه PTSD یا افسردگی بعد از تراما و آزار تبدیل شده به پست تراماتیک گروث، یعنی باعث رشدش شده. بله. عظیم سلول ها که دیگه نمی ترسن، دیگه شهامت دارن و ما پیروز میشیم، به همین دلیل پیروز میشیم. بله. داناز جان، ممکنه بگید که در مغز چه کمیکالی ترشح میشه یا چه اتفاقاتی میفته؟ حالا چه در مغز زن ایرانی، چه در مغز مرد ایرانی کودک، یه تعریفی بدید از تراما و ترامای روحی، ترامای جسمی و اینکه چه فعل و انفعالی در مغز ایجاد میشه. موقعی که ما در مقابل یک آزار، چه یک باره چه متداوم قرار میگیریم، اولین عکس عمل مغز اینه که با ترشح کورتیزول و ادرنالین به ما یه فرصتی بده برای اینی که یک کاری رو با شهامت‌تر یا انجام بدیم یا در بریم. و امروز ما می‌بینیم که این کورتیزول و ادرنالین، بله، داره کمک می‌کنه به ماها که ترس بره و شهامت و تصمیم گیری بیاد. در نتیجه مغز یک مثلثه که وقتی تراما اتفاق می‌افته، یا از طریق سنتر منطق و تعادل و انجام کار میتونه تصمیم بگیره که جلوی پیشانیه، بله، یا مغز به سنتر ترس میره که در قسمت امیگدالا، در پشت سر، در قسمت حافظه است، و یا در قسمت هیپوکامپس به قسمت احساسی، سنتر فیلینگ و احساس و ایموشن. این یه مثلثیه که هر چقدر ما با جلوی پیشانی و شهامت بریم، کنترل اون ترس و اون احساسات خودمونو داریم و ما امروز این مثلث رو میبینیم که تبدیل شده به شهامت، تصمیم گیری و قدرت. بله. منتها باید اینجا بگم که هرچی
بچه ها سنشون پایین، میبینیم که این بچه ها حتی بچه های دبستانی و دبیرستانی رو مورد ظلم قرار میدن و میکشن. هر چقدر که ما سنمون پایین تره، متاسفانه سلول های مغز خیلی خیلی نرمترن، آسیب پذیرترن. ممنونم. بیشتر میتونن آسیب بگیرن و متاسفانه جلوی رشد طبیعی رفتاری اجتماعی، رشد انسانی این بچه ها صدمه میخوره. یعنی به جای این که این بچه ها از لحاظ همون تجربه هایی که میاد، تجربه نرمالی از درس خوندن، از تفریح، از آواز، از موسیقی، از داشتن پدر و مادری که آرامترن، از محیطی که سالمتر و آرامتره، تغذیه درستره، تمام مسائل محیطی تا 97% در واقع سرنوشت ساز نحوه اتصال مغز و سلامت روان و فیزیک ماست. و انشالله میریم ایران و برای همه این بچه ها کمک میکنیم، چون مغز خوشبختانه قابل اتصال دوباره است. مغز دوباره سازی دوباره سازی میکنه، فعالیتش برمیگرده. بله ناراز جان، شما اینطور که صحبت کردید برای گروه جوانان و نوجوانان میگویید که این مثبت بوده، ولی خب تراما به طور کلی صدمه میزنه، آثار منفیش خیلی بیشتره. من در این رشته تجربه ندارم، ولی خب کامن سنسه که واقعا شما تراما که میبینید صدمه میبینید، شاید از صدمات جسمی بدتر باشه و آسیباش دراز مدت تر باشه. شما ممکنه بگید که با این تراما بیشک جوانان، کودکان، بزرگسالان با تراما روبرو هستن، هر روز دارن میبینن. شما وقتی که یه پیکر خونالود رو در کنار خیابون میبینید و سرکوبگر رو میبینید که داره با اسلحه یا به اون تیراندازی میکنه یا داره با باتون میزنه، مسلما در شما استرس ایجاد میشه و پنیک میکنید و تراما ایجاد میشه. با این تراماها که جلوشو نمیشه گرفت در حال حاضر و همه دارن اینو تجربه میکنن، چه کار میشه برای التیام دادن اون یا ضعیف کردن این تراما، برای جلوگیری از اینکه در آینده روی این بچه ها تاثیر نگذاره؟ پدر مادرها چی کار میتونن بکنن و خودشون چی کار میتونن بکنن؟ من 100% البته من خواستم که خبر خوبی که بعدن میتونیم به این بچه ها و بزرگا برسیم، ولی همه ما چه در خیابان ها هستیم، چه در ایرانیم و چه خارج ایرانیم، همه ما الان مریض از لحاظ روانی، مریض از لحاظ فیزیکی، مشکل خواب، مشکل تحمل دیدن این همه فجایع، که فجایع فقط هم مربوط به ایرانی نیست، اصلا همه دنیا در یک تاریکی الان به سر میبره. و الان مشکل ترین و تاریک ترین موقع به نظر من زندگی ما و بچه هامونه. همه آسیب خوردیم، همه بچه ها و خودمون خسته ایم و عوارض اون میتونه عوارض احساسی و روانی باشه: اضطراب، ترس، مشکل خواب، مشکل خوراک، مشکلات مربوط به سیستم ایمنی و بله، و مریض شدن های بی نهایت اینها. بیشتر این افراد وقتی من از ایران باشون صحبت می کنم، اینا خواب بد می بینن و نمیتونن اصلا کنترل بکنن گریه هاشون رو. احساساتی که الان به وجود آمده یک ترس دست جمعی 100% هست و یک مریضی و خستگی روانی. همه ما الان دچار اضطراب‌های حاد و افسردگی هستیم. و اگر که گوش کنیم به حرف من و اجازه بدیم که بین تمام این زحماتی که میکشیم، چه در خیابونیم، چه من و شما که اگر سعی میکنیم از طریق اون دانشی که داریم
کاری رو انجام بدیم، اگر که یک بریک و یک فرصتی به مغز بدیم، مغز انسان تمام این هورمون‌های کورتیزول و ترس رو در نیمکره چپ ایجاد میکنه، ولی ما توانایی اینو داریم که بدون نیاز به دارو در نیمکره راست تمام هورمون‌های خوشحالی، ثبات و کنترل این هورمون کورتیزول و ترس رو بگیریم. خب ببینید بچه هایی که وسط صحبتتون، بچه هایی که الان از تظاهرات میان دیدن دوستاشون چجوری قلق و غم شدن، تیر خوردن، ضرب و شتم دیدن، عملا چیکار با برینشون بکنن؟ ورزش کنن؟ میشه اینو یک کمی تحلیل داد، این صدمات بعدیشو؟ اولین و مهمترین کاری که این بچه ها که من میبینم با هم همه انجام میدن، با هم بودنه و در رابطه با آنچه که دیدن بتونن با هم درد دل کنن و حرف بزنن. و بعد میبینیم که من به این معمولا میگم استفراغ روانی. مهمترین و بالاترین کاری که از شدت ضربه و ایجاد مواد زهرمالی کورتیزول در مغز در هنگام تراما و این همه شدت و این همه طولانی بودن انجام میشه، اینه که بتونیم در یک محیط سیفی، در یک محیط امنی با هم حرف بزنیم، همدیگر رو بغل کنیم، همدیگر رو ببوسیم و به هم هم پشتوانه بدیم، هم دلداری بدیم. این باعث میشه، میدونین، بوسیدن و بغل کردن، دیدین این بچه ها بله. میان دستشون رو به هم میزنن، همدیگر رو بغل میکنن. بله. این بلا فاصله در مغز، در نیمکره راست، اکسیتوسین و دوپامین و در واقع هپی هورمون، هورمون های خوشحالی سلامت که کنترل میکنه و جلوگیری میکنه از صدمه زیادی که این هورمون های بد کورتیزول میزنه. ما این توانایی رو داریم که در یک محیطی یه ذره با هم بشینیم، اون موزیکی که بچه ها میسازه، اصلا شما ببینین قدرتی که الان در کلام، در موسیقی، در ابتکار، در کرییت کردن این همه، هم تصویر، هم نقاشی و هم موزیک الان ایجاد شده. بله. تمامش به خاطر شامال. بله. عکس العمله. بله. و برای مغز، وقتی که اون آهنگ برای رو گوش میکنیم، باور کنین من با گریه میکنم. بله. ولی این به من یک آرامشی هم میده که این هست، که Express. این همه حرف داره گفته میشه. من. در این حال میدونم که شما میدونید تنفس عمیق چاره‌ای به جز این نداره که اکسیژن به جلوی پیشانی برسه و از اون مثلث ترس، احساس و منطق برسونه به جلوی پیشانی و منطق. 3 بار 3 دقیقه در روز هر کجا که هستین فقط بشینین و نفس عمیق بکشین. رو گوگلش اگه بکنین یک عالمه افراد هستن که تنفس عمیق رو یاد میدن. بله. مدیتیشن و یوگا و بعد همینطور تپ کنین روی تمام ارگانای بدن. بله. برای که این کمک میکنه به گردش خون و گردش اکسیژن. بله. پاها رو زمین کوبیدن، یه بالش برمیداریم محکم میزنیم برای اینکه تمام این انرژی منفی رو بتونیم به یک نوعی خارج بکنیم. آب خنک خوردن. بله. تمام یک باره این اکسیژنیشن رو، آب میدونین که اکسیژن داره. بله. و میاره برای ما و میتونه به ما کمک بکنه با چند دقیقه دقیقا جلوی این اثر این هورمون های زهرماری رو در این دوران بسیار مشکل اقلا کمی کنترل کنیم، از شدتش بکاهیم که بتونیم هممون روی پا باشیم و با سرافرازی این جنگ رو پیروز بشیم. بله. راهنمایی های بسیار خوبی بود، امیدوارم که بتونه
کمی به اونها کمک بکنه. سپاسگزارم دکتر ناناز پیرنیای گرامی، ممنونم از حضورتون در برنامه، مثل همیشه بسیار آگاهی دهنده. ممنونم از دعوتتون، به امید آزادی و پیروزی. به امید آزادی ایران. خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین کلیه همکارانم در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.